بخش 21 کتاب شاه کشتار نکرد. دوستان، رسیدیم به اینجا که فضای باز سیاسی، سیاست فضای باز سیاسی که شاه در اواخر نیمه دوم اواخر سال 55 به اجرا گذار، این سیاست عملا باعث سقوط رژیم شاه شد. این سیاست باعث شدش که برای اولین بار بعد از کودتای 28 مرداد سال 32، یعنی بعد از 25 سال، هر کس که مخالف شاه بود می توانست حالا مخالفت خودش رو نشون بده. حالا یه عده با نوشتن نامه سرگشاده، یه عده با تظاهرات راهپیمایی، یه عده با اعتصاب، هر کس به هر شکلی که میتونست اعتراض خودش رو، مخالفت خودش رو با اعلیحضرت نشون میداد. گفتیم که شاه هیچ وقت فکر نمیکرد که اینقدر مخالفت داشته بوده باشه. عقلن و منطقن اگر میدانست که اینقدر مخالف داره، بعید به نظر میرسید که اون سیاست رو به اجرا بگذاره. چون اگر میدانست، پس باید بگیم میخواسته خودکشی بکنه دیگه، چون اجرای سیاست فضای باز سیاسی مثل اونی که مثلا شما دستتون رو بزنید به یه سیم لخت و برق بگیرتتون. خب ببینید، اگر شما بدونید که این برق داره سیم لخت و دست بزنید، میخواسته خودکشی بکنید دیگه. یعنی تنها توجیهی که میمونه این هستش. بنابراین آیا شاه هیچ وقت اذعان کرد، اعتراف کرد که بعد از اینکه فهمید که چه کنفیتون شده همه چی در نتیجه اون سیاست، گفت اشتباه بوده، گفت نباید میکردم این سیاست رو، نباید این سیاست رو به اجرا میگذاشتم؟ پاسخش خیلی کلی این استش که خیر، شاید باورتون نشه، ولی محمد رضا شاه پهلوی هیچگاه اذعان نکرد، هیچگاه گردن نگرفت که این سیاست در حقیقت چجوری باعث سقوط و سرنگونی رژیمش در 22 بهمن 57 می شود. البته ببینید، یه نکته دیگری هم هست و اونم این هستش که باز من اینو بارها و بارها گفتم، ذات رژیم شاه این گونه بود که اساساً هیچ وقت به اینکه اشتباه کرده اذعان نمی کرد. هیچ وقت نمی گفتش که آقا مثلا من اشتباه کردم، این سیاست رو نباید به اجرا می داشتم. و فریدون هویدا به من گفت، به سر انتونی پارسوس به من گفت، آقای ثابتی به من گفت، این فرد به من گفت، اون یکی فرد به من گفت، ولی خب من چون یه آدم دیکتاتوری هستم، من چون یک آدم خودرأی و مستبدی هستم و وقعی و ارزشی برای نظرات دیگران قائل نیستم، من همچنان در حقیقت به پیشبرد اون سیاست، به اعمال اون سیاست من همچنان ادامه دادم. نه تنها شاه در اون مقطع اساساً هیچ اشاره‌ای به این که اون سیاست ممکنه اشتباه بوده باشه، اون سیاست خیلی سیاست درستی نبود، نه تنها اذعان به اون اشتباه نمی کنه، بلکه نکته جالب این هستش که وقتی که اون سیاست باعث میشه که امواج گسترده صدها هزار نفر از معترضین ایرانیان در خیابان‌ها ظاهر بشن، شاه به جای اینکه بیاد بگه که سیاست فضای باز من باعث شدش که این اتفاق بیفته، خب چی میگه؟ میگه که این برنامه‌ای هستش که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها دارن علیه من به اجرا می‌گذارن. اول که نمی‌دونست انقدر مخالف داره،
بعد که حالا میبینه اینقدر مخالف هست و آمدن در خیابونها و سیاست فضای باز سیاسی خودش در رو باز کرده بود و گفته بود بیاین اگه میخواین علیه من اعتراض بکنین، حالا داره نشون داده میشه، گناه رو گردن یکی دیگه میندازه، میگه این آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها هستن که دارن من رو سرنگون میکنن. اصلا اعتراضات رو خیلی جالبه، او اصلا اعتراضات رو متوجه خودش نمیدونه، متوجه خودش، سیاستها، تصمیماتش، اینا نمیدونه. مثل اینکه درست این اعتراضات مثلا علیه رژیم دیگریه، یه حکومت دیگریه، علیه امیر عباس و هویدا هست، علیه شهبانو فرح هست، اصلا انگار نه انگار که آقا جون مرکز اون اعتراضات شما هستی علی حضرت. خب بیا ببین چی شد، چرا این اعتراضات نسبت به شما وجود داره. اصلا و ابدا و میگه که این اعتراضات همه توطئه هستش، همه برنامه هستش که غربیا علیه من به راه انداختن. و نکته جالب این هستش که تو همون مقطع همچنان داره از دروازه های تمدن بزرگ که ما عنقریب داریم به دروازه های تمدن بزرگ میرسیم و قصد الهازا صحبت میکنه. در این حال یکی دو بار بالاخره مجبور میشه که در خصوص فضای باز سیاسی یه چیزی بگه، اذعان میکنه، به هر حال صحبت میکنه، میگه که خیلی هم کار درستی نبوده این دادن آزادی ها در سال 56. من از کتاب خودش براتون دارم میخونم، از کتاب خود محمد رضا شاه پهلوی، کتاب پاسخ به تاریخش، نقل قول. میدونه دیگه این کتاب رو شاه بعد از اینکه از کشور خارج شد، یعنی بعد از 26 دی 57 این کتاب رو عرض کردم، حالا یا خودش می نویسی یا میگه براش بنویسن. نقل قول از کتاب دارم براتون می خونم در مورد این سیاست فضای باز سیاسی. میگه در طی پاییز و زمستان سال 56 آنان، من اینجا داخل پرانتز نوشتم که مقصودش لندن و واشنگتن هستش، یعنی شما حالا این ورون به صفحات قبلش و صفحات بعدش رو بخونید متوجه میشید که آنان که تو این پاراگراف آمده مقصود اعلیحضرت لندن و واشنگتن هستش، مرا به ایجاد فضای باز سیاسی تشویق میکردن. خب مشخصی چی داره میگه دیگه، داره میگه این سیاست مال من نبوده، اینا آمریکا و انگلیس به من میگن این سیاست رو به اجرا بگذار. من البته با ایجاد فضای باز سیاسی موافق بودم، ولی آزادی شتاب زده در آن مقطع، آن هم با کمبود افراد ورزیده‌ای که میتوانستند آن سیاست را به اجرا درآورند در کشور، فقط به مصیبت منجر می شد. به نقل از کتاب پاسخ به تاریخ شاه، اون چاپ سال 71ش، چون این کتاب چاپ های مختلف داشته، اینی که من ازش براتون نقل قول رو آوردم چاپ 1371 هستش، صفحه 362. این نقل قول صریح ترین و مستقیم ترین اشاره اعلیحضرت بعد از انقلاب به سیاست فضای باز سیاسی
می باشد. شاه به وضوح دارد مسئولیت دادن آزادی ها را برگردن متحدین آمریکایی و انگلیسی اش می اندازد. داره میگه دیگه، میگه اونا گفتن که این سیاست رو به اجرا بگذاریم. او مقصر دانستن غربی ها را در نقش داشتن آنان در ایجاد فضای باز سیاسی در دیدارش با نماینده جدید سازمان سیا در ایران در اواسط سال 57 مجددا در خاطراتش تکرار میکند. پس ببینید شاه در پاسخ به تاریخ دو جا راجع به این سیاست فضای باز سیاسی صحبت میکنه. یکیش این که الان خدمتون عرض کردم که میگه آمریکا و انگلیس خواستن که این سیاست به اجرا در بیاد در ایران. جای دیگری که شاه به این سیاست به اصطلاح اشاره میکنه زمانی هستش که نماینده جدید سازمان سیا آمده به ایران اواسط سال 57، اومده با شاه داره ملاقات میکنه. شاه در خاطراتش میگه که در همون کتاب پاسخ به تاریخ میگه که هنگامی که نماینده جدید سازمان سیا یا سازمان CIA در تهران را به حضور پذیرفتم، از سطح پایین اظهاراتش حیرت کردم. یعنی مطالبی که میگفت مثلا تعجب میکردم که آمریکایی کیو فرستادن به عنوان نماینده سازمان سیا در تهران. خیلی سطح پایین بود حرفایی که میزد. اما لحظه ای که او درباره فضای باز سیاسی با هم صحبت کردیم، لبخندی را در چهرهش مشاهده نمودم. او به مسئله فضای باز سیاسی که به راه افتاده بود علاقه نشان میداد. مشخص بود که از او خواسته بودند در این باره با من صحبت کند. جالب است که او در خصوص امنیت خاورمیانه با من صحبت نمی کرد یا علاقه نداشت صحبت کند، اما علاقه داشت در مورد فضای باز سیاسی صحبت کند. این هم از همون کتاب پاسخ به تاریخ صفحات 362 الی 363. ببینید شاه صراحتن داره میگه چی؟ داره میگه که این آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها بودن که مسبب فضای باز سیاسی شدن. بنابراین هر بدبختی، هر مصیبتی که این سیاست فضای باز سیاسی به وجود آورد متوجه آمریکا و انگلیس هستش. دوستان دیگه نیازی نیست من توضیح بدم که چقدر این حرف نادرسته، چقدر این حرف غلطه. چرا؟ برای اینکه آمریکایی‌ها کی الان حضرت شما گفتن که فضای باز سیاسی به وجود بیار؟ سالیوان کی به شما گفت فضای باز سیاسی باید به وجود بیاری؟ سر انتونی پارسون سفیر انگلستان در تهران الان حضرت کی به شما گفتن که باید فضای باز سیاسی به وجود بیاری؟ در کدام سند، در کدام مدرک الان حضرت هستش که غربی ها، آمریکایی ها و انگلیسی ها، لندن یا واشنگتن از شما چنین چیزی رو خواستن؟ آخه بالاخره اون سندش، اون مدرکش باید باشه دیگه. نامه‌ای که نوشته شده، مکاتباتی که صورت گرفته، اسنادی که صورت گرفته، کو اعلی حضرت؟ اگرم شفاهن سالیوانم به شما گفته، سفیر آمریکا ویلیام سالیوان سفیر آمریکا به شما در تهران گفته، یا سر انتونی پارسونز به شما گفته، خب ببینید هیچ کدوم اونا در خاطرات خودشون به چنین چیزی اشاره نمی کنن. ضمن این که اونا از پیش خودشون که نمیتونستن گفته بوده باشن. وزارت خارجه آمریکا اینو باید خواسته باشه از سفیرش در تهران. وزارت خارجه انگلستان اینو باید از سفیرش در تهران خواسته بوده باشه. خب به اسناد و مدارکش کو؟ به علاوه الان از نت تو تخم چشمای ما نگاه کن. مگه سفیر انگلستان
بعد از حوادث تبریز در سال 56 اعلی حضرت مگه به شما نگفت که اعلی حضرت میدونین دارین چی کار میکنین؟ خیلی محترمانه اون سیاست فضای باز سیاسی که را انداختین شما چی بهش گفتی اعلی حضرت؟ مگه نگفتی که این سیاست باید قاطعانه و و و و و ادامه پیدا بکنه؟ حالا انگلستان هر گناهی مرتکب شده باشه اینه دیگه، نمیتونیم به انگلستان بچسبونیم. اعلی حضرت شاه صراحتا دارد اجرای سیاست دادن آزادی یا ایجاد فضای باز سیاسی رو برگردن آمریکا و انگلستان میندازه. ببینید شاه حتی حاضره تلویحا غیر مستقیم بپذیری که استقلالی نداشته، چون وقتی شاه میگه که اونا از من خواستن پس یعنی من مستفز این چیزایی که جمهوری اسلامی مخالفین شاه میگن درست میگن دیگه، و اونا هم همینو میگن، میگن آه این چه کاری نبوده، بهش گفتن این سیاست رو اجرا کن و اونم اجرا میکرد. شاه الان تلویحا داره میگه که من کاری نبودم، این سیاست آمریکایی و انگلیسی ها از من خواستن. یعنی شاه، ببینید شاه حاضره حتی تا اینجا بیاد جلو که نشون بده که استقلالی از خودش نداشته، ولی قبول نکنی که اشتباه میکرده، ولی قبول نکنی که اشتباه کرده. این ذات دیکتاتوری هستش که حاضره بگه من از خودم استقلالی نداشتم ولی قبول نکنی که تصمیمش اشتباه بوده. اشتباه بودن این تصمیم رو میخواد بندازه گردن آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها. پیشتر قبلا بیانات او را پیرامون درست بودن و لزوم به اجرا در آوردن آن سیاست و دفاع همه جانبش از ضرورت آن سیاست ملاحظه کردیم. یادتونه چند شب قبل بود مطبوعات جناب آقای هوشنگ انصاری، امیر عباس و هویدا، رهبران حزب رستاخیز، نمایندگان مجلس، مطبوعات، رادیو تلویزیون، یادتونه چه قوقایی به راه انداخته بودن که ما رسیدیم به مرحله‌ای که از نظر توسعه سیاسی ایران میتونه فضای باز سیاسی داشته باشه. یادتونه گفتن ادامه انقلاب شاه و ملت هستش. یادتونه چیزایی که خود شاه میگفتش که چرا این سیاست باید به اجرا در بیاد. حالا چی شد همه اونا؟ هیچی. اصلا انگار نه انگار که گذشته‌ای وجود داشته. حالا آمریکا و انگلیس گفتن این سیاست را ما اعمال بکنیم، چون این سیاست این تبعات رو به وجود آورده. قطعا اگر این سیاست تبعات مثبتی به وجود می آوردن، نتایج مثبتی به وجود می آوردن، حاشا و کلا که شاه بگه که این آمریکا یا انگلیسی ها به من گفته بودن. قطعا اگر آن سیاست به موفقیت می انجامید، شاه افتخار آن را از آن خودش می دانست. اما وقتی برعکس باعث پاشیده شدن شیرازه مملکت و سقوط رژیمش می شود، شاه از خود رفع مسئولیت کرده و سعی می کند گناه آن را برگردن آمریکایی‌ها بیاندازد. در حالی که نشان دادیم سفیر انگلستان بعد از حوادث تبریز در بهمن 56 با وی ملاقات می نماید، نه تنها آن سیاست را تایید نمی کند بلکه با ابراز نگرانی از اجرای آن سیاست محترمانه از اعلی حضرت انتقاد هم می نماید. اما دیدیم که شاه چگونه قرص محکم از آن سیاست به دفاع بر می خیزد. ایزن در قبال انتقادات دیگری که از آن سیاست می شود، باز هم شاه قرص و محکم از اعمال آن سیاست دفاع می کند. جالب است که حتی تلاطم های سیاسی که در نتیجه آن سیاست در کشور به وجود آمده بوده را یادتون هست شاه گفت اجتناب ناپذیره؟ یادتون هست شاه گفت این بهایی هستش که واسه پیشرفت و چه میدونم توسعه سیاسی اینها باید بپردازیم؟ به فریدون و هویدا میگه. یادتون هستش که به سایر کسانی که خبرنگارا غیره خارجی که ازش سوال میکنن در مورد نارامی ها میگه این نارامی ها به هر حال بهایی هست که بایستی برای پیشرفت و ترقی کشور بپردازیم. حالا همه اونا اصلا محو شدن،
و آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها باعث شدن که ما مجبور بشیم فضای باز سیاسی رو در ایران به وجود بیاریم. امکاناتش هم نداشتیم، میگه مسئول نداشتیم، چه میدونم متخصص نداشتیم اینها، و اون مصیبت ها در نتیجه فضای باز سیاسی به بار آمد. نتایج ناگوار هستش، شاه خودش سلب مسئولیت میکنه و گناه رو میندازه گردن دیگران. اما واقعیت آن بود که در آن مقطع هم خودش و هم غربی ها بر این باور بودند که او از قدرت و اقتدار کامل برخوردار است و دادن آزادی ها هیچ تهدیدی برای او و رژیمش به بار نمی آورد. ببینید، جدا از اینکه تصمیم خودش بوده، نکته خیلی مهمتری این هستش که شاه اساساً تهدیدی احساس نمی کرده از ناحیه سیاست فضای باز سیاسی. مسئله نبوده، مشکلی نبوده. چهار تا من مخالف دارم، حالا اینا تو فضای باز سیاسی چیکار میتونم بکنم؟ کاری نمیتونم بکنم. گزارشگر واشنگتن پست در فروردین 57 به ایران می آید. متوجه هستین که چرا اینقدر این خارجی ها هی دارن میان دیگه؟ شیکاگو تریبیون میاد، نیویورک تایمز میاد، واشنگتن پست میاد و غیره، واسه اینکه خب تحولات بوده در ایران دیگه، اون ناآرامی ها بوده، نمیدونم درگیری ها بوده و قصه خاصه. حالا گزارشگر واشنگتن پست که در فروردین 57 میاد ایران، خیلی جالبه، تو سرمقالش میدونین چی نوشته؟ تو سرمقالش مینویسه که بیشترین ناظران سیاسی و تحلیلگران بر این باورن که قدرت و توانایی های شاه ایران برای دفع هر تهدیدی علیه رژیمش بیش از اندازه است. او به طور قطع کشور را در کنترل دارد. به نقل از کتاب آقای نجاتی اینو نوشتم، جلد دومش، سال 71 این کتاب آمده بیرون، خاطرات سرهنگ نجاتی، از صفحه 274 هستش. یعنی میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم شاه نه تنها این تصمیم رو درست میدونسته، بلکه معتقد بودی که آقا چون من انقدر قدرتمندم که هر وقت بخوام میتونم جلوی این تظاهرات، جلوی این ناآرامی ها، جلوی اینو بگیرم، که تو این موردم اشتباه میکرده و نتونست، نمیشد، یعنی انقدر زیاد بود که نمیشد. واشنگتن پست هم همینه داره میگه تو سرمقالش، داره میگه درسته که این ناآرامی ها هستن، درسته که تو تبریز اینجوری شده، درسته این که اصفهان اینجوری شده، درسته که تو قم اونجوری شده، ولی بزن یه دفعه دیگه بگم واشنگتن پست چی نوشته. میگه که ناظران سیاسی و تحلیلگران بر این باورن که قدرت و توانایی های ایران اعلیحضرت برای دفع هر تهدیدی علیه رژیمش بیش از اندازه است. شاه در قدرت کامل و کنترل کشور است. یعنی هم خودش فکر میکرده که بسیار نیرومنده و واشنگتن پست هم میگه بله اعلیحضرت تو واقعا نیرومندی. خود شاه در پیام نوروزیش در سال 1357 فروردین 57 به مناسبت عید، که خب هر سال اعلیحضرت سخنرانی میکرد وقتی عید نوروز میشد. ببینید تو سال 57
که حالا داره کشور یواشاش مثل دیگی که شروع کرده به قلقل کردن داره به لرزش در میاد. اعلیحضرت در فروردین 57 در پیام نوروزیشون میگن در سالی که گذشت، نقل قوله، در سالی که گذشت مثل سالهای قبل از آن کشور ما شاهد پیشرفت‌های فراوان در همه زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بود. البته دشواری‌هایی نیز داشتیم، ولی همه می‌دانیم که با توسعه سریع اقتصاد کشور بروز این مشکلات قابل پیش‌بینی و انتظار است. اینجاش مهمه تو پیام نوروزی که اعلیحضرت داره میده. میگه از طرف دیگر با آزادی‌های فراوان که اکنون در کشور ما وجود دارد، امکان سوء استفاده از این آزادی‌ها از جانب عواملی با ماهیت شناخته شده امری قابل پیش‌بینی است. میگه این دیگه قابل پیشبینی هستش که یه سری عوامل با ماهیت شناخته شده مشخصه دیگه. عوامل با ماهیت شناخته شده یعنی مزدورانی که وابسته به خارجی ها هستن، به دشمنان ایران هستن. میگه که امکان سوء استفاده اینا هستش، اما استحکام و نیروی نظم اجتماعی و یک پارچگی ملت بزرگ ایران به گونه ای است که هر تلاشی از این دست پیشاپیش محکوم به شکست است. به نقل از کیهان 9 فروردین سال 1357. چی داره میگه؟ فروردین 57، عید 57، نوروز 57، شاه داره میگه که ما میدونستیم که این طبیعی هستش، حالا یه سری بیان این نارامی ها رو بخوام به راه بیاندازن، این کارا رو بخوام بکنن، قابل پیشبینی هستش. میگه ولی میگه ما انقدر منسجم هستیم، کشور اونچنان منسجم هست، انقدر حکومت مستحکم هستش که اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن. شاه در قسمت دیگری از همان پیام نوروزی خود با صراحت و قاطعیت تأکید می نماید که نقل قوله، علی‌رغم تمام رویدادها مصمم است که فضای باز سیاسی را ادامه دهد. یادتونه که ماها بعدش، حالا من نمیدونم اون کتاب پاسخ به تاریخ مثلا کیه، ولی فکر کنم مثلا سال 58 اون موقع نوشته شده دیگه، چون 59 اون ماه های پایانیش تیر ماه شاه فوت میشه دیگه. حالا ماه های پایانی 59 دیگه چیز نبوده که، در وضعیتی نبوده که حالا بشینی کتاب بنویسه. احتمالا اون پاسخ به تاریخ 58 گفته. ببینید تو پاسخ به تاریخ یعنی یک سال بعدش، این فروردین 57، یک سال خورده بعدش شاه داره میگه که اون تصمیم من نبود، اون تصمیم آمریکایی‌ها بود. علی الان چی داره میگه؟ الان در نوروز 57 داره میگه که علی‌رغم تمام رویدادها، یعنی اون درگیری ها، اون چیزی که تو تبریز اتفاق افتاد، تو اصفهان اتفاق افتاد، تو تهران اتفاق افتاد، میگه علی‌رغم همه اونها مصمم هستیم که به فضای باز سیاسی ادامه دهیم. وقت 6 ماه بعدش، یه سال بعدش میگه آمریکایی‌ها کردن. و همچنان هم به دادن آزادی ها ادامه خواهیم داد. خب ببینید متقابلن چی میشه؟ متقابلن جسارت مردم هم بیشتر میشه. حالا دیگه جدای از آن که در دستجات بیشتری در خیابانها ظاهر شده و علیه رژیم شاه شعارهای تندتری میدهند، به تدریج شروع کردن
حمله به سینماها. سینماها یه سری سینماها بودن قبل از انقلاب، اینا علل اغلب فیلم های سکسی نشون میدادن و معاشقه نمیدونم زن و مرد رو نمیدونم اینا رو. بعدم عکس اون خانومه رو که حالا نیمه لخت بود مثلا، این جلو این دیدید این سینماها، سردر سینماها بزرگ مثلا بخشی از یه عکسی از اون فیلم هستش، اینا عکس اون خانومه رو که نیمه اوریان بوده یا مثلا بغل اون آقاه بوده می آوردن، اینا رو به عکس بزرگ هم سردر سینماها می زاشتن. و آره مردم معترضین، حالا اونایی که دارای افکار عقاید مذهبی بودند، اونا حمله میکردن به این دست سینماها و سعی میکردن با کوکتل مولوتوف نمیدونم حالا به اشکال دیگر اون چیز رو، اون اکثر رو، اون تصویره رو یا اون سینماها رو که داره این فیلم سکریه رو نشون میده، اون سینماها رو مثلا ببندند به اینها. دیگه به کجا حمله میکردن به جز این سینماهایی که فیلم های سکسی نشون میدادن؟ به کاباره ها هم حمله میکردن، کاباره هایی که مثلا یه زن میمد توش میخون میرخصید نمیدونم نیمه لخت میرخصید اینها. دیگه به کجا حمله میکردن؟ به بانگام حمله میکردن. این سه سینماهایی که فیلم های سکسی نشون میدادن، کاباره ها و بانک ها، اینا سه تا هدف مهم معترضین بود از همون 56-57. علی‌رغم همه اینها شاه همچنان در نیمه اول سال 57 شاه همچنان حاضر نیست از فضای باز سیاسی عقب نشینی کند و همچنان مصمم این سیاست را دنبال میکنه. شاید حالا اینا دیگه حدس و گمان هستش، یعنی حالا رفتیم توی سلولای خاکستری مغز شاه. شاید شاه به زعم خودش میخواست که افکار عمومی اروپایی‌ها و شاید بسیاری از مردم ایران مخالفینشو ببینن، شاید بخواست به غربیا بگه، به اروپایی ها بگه، به آمریکایی ها بگه، به انگلیسی ها بگه، به خیلی از مردم ایران بگه که بابا جون شما که انقدر به من انتقاد میکنید اینا، بیا بره این مخالفین من حمله کردن اونجا به اون سینماهه که مثلا داشته فیلم چه میدونم سکسی نشون میداده، اومدن بعد حمله کردن به این بانکه، ببین این بانک صادرات و پریروز تو فلان مثلا شهرستان آتیش زدن، ببینید حمله کردن اونجا، اون کاباره بوده، آدم ها رفته بودن اونجا داشتن شام میخوردن، یه خانمی هم میرفتید، خب تو کاباره هستش دیگه، مسجد که نیستش، اومدن رفتن اون کاباره رو مثلا آتیش زدن، چه کردن اینا. شاید شاه میخواست این پیام رو به غربی ها به خصوص برسونه که آقا جون، آقا این حقوق بشری ها، عفو بین الملل، گروه های طرفدار حقوق بشر، بابا اینا اینن، اینا وقتی که آزادی به وجود می آید، آزادی داده می شود، اینا اینجوری حمله می کنن به این مناطق. در 15 اردیبهشت سال 57 شاه همچنان مقتدر پرقدرت، والتر سل رئیس جمهور آلمان غربی، اون موقع چیز نبود دیگه، آلمان غربی آلمان شرقی بود، رئیس جمهور آلمان غربی و هیئتی بلند پایه از مقامات کشور آلمان غربی به ایران می آیم و با شاه دیدار می کنن و وقت سلاغازا. شاه در یک مصاحبه مطبوعاتی با روزنامه نگاران آلمانی که با این هیئت به ایران آمده بودند حضور پیدا می کنند. حاجت به گفتن نبود که با توجه به ناآرامی های ایران در اون مقطع که حالا ابعاد گسترده تری هم پیدا کرده بوده، عمده سوالات خبرنگاران آلمانی
پیرامون موضوعات ناآرامی های ایران بود. خبرنگار مجله معروف اشپیگل از شاه میپرسد که به نظر اعلیحضرت این مخالفت ها، این اعتراضات خیابانی شما را ناراحت کرده، عقلا و منطقا باید شما را ناراحت کرده بوده باشه، تا چه اندازه برای ثبات ایران شما احساس خطر و نگرانی میکنید؟ پاسخ شاه خیلی جالبه. شاه در پاسخ به خبرنگار اشپیگل خیلی خونسرد اولا یه لبخند میزنه، میگه که نقل قول از حالا منبعش رو بهتون میگم. شاه میگه که قبل از هر چیز میخواستم بپرسم که اولا چه کسی به شما گفته که من از این ناآرامی ها ناراحت شدم؟ نه، من به هیچ وجه از این ناآرامی ها ناراحت نشدم. خودم شخصا مایل بودم و همچنان هم مصر هستم تا حد اکثر آزادی در داخل کشورم وجود داشته باشد. البته با اختشاش موافق نیستم، اما آزادی باید همچنان ادامه پیدا کند. ما همچنان مصر به ادامه این سیاست هستیم. ما تلاش میکنیم اکثر مردم کشورمان در فضای جدید در گفت و شنود ملی درباره همه چیز مملکت، از مسائل روزانه زندگی خودشون تا موضوعات مهم سیاسی کشور شرکت کنند. به نقل از روزنامه کیهان 15 و 16 اردیبهشت 57. صراحتن داره میگه که باید این سیاست آزادی ها، این سیاست جدید علی رغم همه مشکلات، مصیبت ها و موزلاتی که به وجود آورده، شاه میگه که باید این ادامه پیدا بکنه. شاه پس از آن که صراحتن و برای چندمین بار اذعان می نماید که سیاست دادن آزادی ها تصمیم و اراده خودش بوده و علی رغم بروز اختشاشات، حالا اون شاه میگفته اختشاشات، حاضر و عقب نشینی نبوده و مصمم است که این سیاست را علی رغم همه ناآرامی ها ادامه دهد، شاه به سر وقت همان نظریه همیشگیش میرود که عمده دشمنان و مخالفین وی تشکیل میشوند از کمونیست ها و ارتجاعیون، همون داستان همیشگی ارتجاع سرخ و سیاه. و شاه میگوید که اون میدانسته، تو همون مصاحبه‌ای که با روزنامه های آلمانی داره میکنه اشپیگل غیره، شاه میگه که در حقیقت مخالفینش، یعنی همون چپ ها و ارتجاعیون، به اختشاش و ناآرامی متوسل می شوند، وگرنه که اکثریت مردم همواره وی و سیاستهایش را تأیید می کنند و طرفدارش هستند. ببینید داره میگه که اولا که سیاست فضای باز رو انتخاب کردیم، خودم تعیین کردم، خودم انتخاب کردم، قرص محکم همچنان اون رو ادامه خواهیم داد
و این ناآرامی ها و حالا اون میگه اختشاشات که به وجود آمده، این تظاهرات، اینا همین کمونیست ها و احتجاجیون و اینها هستن. و میگه که اکثریت مردم از من و سیاست های من راضی هستن. نقل قول شاه رو تو همون مصاحبه‌ای که با مطبوعات آلمانی که آمدن به همراه رئیس جمهور آلمان غربی به تهران در اردیبهشت 56، در ادامه شاه اونها میگه وقتی ما به مردم گفتیم که آزاد هستن، این نقل قول عین حرف شاه هستش، وقتی ما به مردم گفتیم که آزاد هستن تا حرفهایشان را بزنند، متوجه بودیم که مانند همیشه این ائتلاف، این ائتلاف کمونیست‌ها و اسلام‌گراها یا به قول شاه تندروها ارتجاعیون، این ائتلاف که ما آن را ائتلاف نامقدس میان ارتجاعیون سرخ و سیاه می‌خوانیم وجود دارد و آنها به میدان خواهند آمد، زیرا منافع هر دو جریان ایجاب می کند که مملکت پیشرفت نکند. اما ما همچنان مصمم به ادامه راه هستیم و تسلیم آنان نخواهیم شد. علی‌رغم آن که هر قد که سال 57 داره جلوتر میده، بر ابعاد مخالفت ها و اعتراضات خیابانی افزوده میشد، شاه همچنان در همان تصویر و تصورات دنیای خودش بود. همین که مخالفین من تعداد محدودی و معدودی بیشتر نیستن، اکثریت مردم از من حمایت میکنن. من میدونستم که مخالفینم وقتی فضای باز سیاسی در کشور به وجود بیاد، من میدونستم که مخالفینم اون کمونیستا و مذهبیون ارتجاعی به میدان خواهند آمد و ذات خودشونو به نمایش میگذارن. من همینا رو میدونستم. بنابراین قرص و محکم به دادن سیاست آزادی ها ادامه میدهد. باز در همون سال 57 یک گروهی تشکیل شده بود به اسم گروه بررسی مسائل ایران در پرتو انقلاب شاه و ملت. این گروه یه سری اساتید دانشگاه بودند و رهبران حزب رستاخیز بودند، ولی اکثرا دانشگاهی بودند، به اسم گروه بررسی مسائل ایران در پرتو انقلاب شاه و ملت. ببینید این گروه تشکیل شده بودن در سال 56-57 که به اصطلاح مسائل کلان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران رو به قول خودشون در پرتو انقلاب شاه و ملت بررسی بکنن. از این گروه های تشریفاتی که می نشینند و فقط در مدح شاه سخنرانی میکردن و نمیدونم پژوهش میکردن و گزارش میدادند و اینها. این گروه بررسی مسائل ایران در پرتو انقلاب شاه و ملت در خرداد ماه اردیبهشت، که اون مصاحبه با مطبوعات آلمانی بوده، در خرداد ماه اینا میان به دیدن اعلیحضرت. حالا گزارش شرف عرضی میدن که مثلا انقلاب پیشرفت کرده، اینجوری شده، اینجوری شده، اینها تصمیمات معظم الله بوده که کشور رو انقدر تونسته به پیشرفت برسونه. وقت سلاحاتا گزارش شرف عرضیشونو که میدن، همون در همون کاخ نیاوران رفته بودن، شاه، حالا نوبت شاه بوده که صحبت بکنه. شاه میگه که نقل قول از اعلیحضرت، شاه میگه بسیار متعجب هستم که از اقدامات و مطالب گروه مهم روشنفکران، دانشگاهیان و اندیشمندان، یعنی همین گروه پرتو شاه و ملت، مسائل ایران در پرتو بررسی مسائل ایران در پرتو انقلاب شاه و ملت،
میگه که هیچ سخنی از مطالب شما گفته نمی‌شود، یعنی مطبوعات اروپایی و داره دیگران از چون گزارش اینا پر از مدح و ثنا بوده از شاه دیگه، میگه من تعجب میکنم که شاه داره میگه بهشون، میگه من تعجب میکنم که از گزارشاتی که شما میدید، مطالبی که شما میگید، هیچ سخنی، هیچ حرفی، هیچ مطلبی هیچ جا منعکس نمیشه. اما اگه پنج منحرف، اینو شاه داره میگه، اما اگه پنج منحرف که مطالبشان هیچ پایه علمی ندارن علیه وی، یعنی علیه شاه حرف بزنن، معروفیت پیدا میکنن، معروف میشن. این عادت خوبی نیست، شاه میگه این عادت خوبی نیست که درباره خوبان، یعنی این اساتید دانشگاه روشن فکرها، بحث نشود و در عوض تمام جنجال برپا کنها ورد زبانها باشند. به نقل از کیهان 19 خرداد 57، شاه در خرداد ماه تصمیم مهم دیگری هم میگیره که صرف نظر از اینکه دلیل شاه، انگیزه شاه برای اون تصمیم چی بوده، انعکاس اون تصمیم در راستای همین سیاست آزادی دادن فضای باز سیاسی، دیگه هیچ آدم نمیتونه در موردش بگه. یعنی انقدر اهمیت داشته این تصمیم، انقدر مهم بوده این تصمیم که مثلا بگیم چی، او این تصمیم چی بوده؟ اعلیحضرت سپهبد غلامرضا نصیری، رئیس ساواک، فرمانده ساواک و مسئول شماره یک امنیتی رژیمش را بعد از قریب به 14 سال برکنار می کند. پست جدید سپهبد نصیری حتی از برکناریش هم شگفت‌انگیزتر بود. او به سمت سفیر ایران در پاکستان منصوب می شود. ببینید، مرد شماره یک امنیتی کشور، کسی که نامش لرزه می انداخت بر مخالفین اپوزیسیون، نمیدونم اینها، برکنار شده. خب چی کاره شده؟ شده سفیر ایران در پاکستان. جدای از آن که سپهبد نصیری یکی از باوفادارترین، یکی از باوفاترین فرماندهان شاه می بود و در جریان کودتای 28 مرداد اون موقع سرهنگ بود، وفاداریش را به اعلیحضرت به نحو احسن به اثبات رسانیده بود، در این حال یکی از سختگیرترین و خشنترین مسئولین امنیتی رژیم شاه به شمار می رفت. بخشی از رعب و وحشتی که ساواک در کشور ایجاد کرده بود مرهون برخورد قاطع و بیرحمانه تیمسار نصیری با مخالفین و منتقدین شاه بود. اگر بنا بود روزی مشت آهنین وارد میدان شود، مخالفین سرکوب شوند، در آن روز قطعاً سپهبد نصیری بود که درنگ نمی کرد و سرکوب می کرد. اگر لازم بود حمام خونم به راه می انداخت. بنابراین کنار گذاردن او از ریاست ساواک و در حقیقت به گونه تبعیدش از کشور به پاکستان فقط یه پیام میتونست برای مخالفین داشته باشه. میتونید حس بزنید این پیام برای مخالفین چی بود؟ شاه به هر دلیلی کوتاه آمده و قصد برخورد ندارد. قصد به کار بردن مشت آهنین ندارد. پیام برکناری
سپه بود نصیری، تیمسار نصیری، پیامش واضح بود. در هر نظام دیگری وقتی مرد شماره یک امنیتیش رو برکنار میکنن، بر میدارن از اون سمت و بعدم سفیر ایران در پاکستان میشه، یک کشوری که اصلا هیچ اهمیتی در اون مقطع برای ایران نداشت، مشخص بودش که چه پیامی داره برای مخالفین و اپوزیسیون میده. بنابراین بیباکی، جسارت، تحور، حالا هر چی که اسمشو بذاریم، در خیابانهای شهرهای بزرگ ایران خیلی جدیتر، گسترده‌تر و پردامنه‌دارتر میشه. دو روز قبل از سخنرانی اعلیحضرت در نیاوران، کاخ نیاوران، واسه این گروه اندیشمندان، تظاهرات گسترده‌ای در قم به مناسبت سالگرد 15 خرداد برپا می‌شود. در آن تظاهرات عده‌ای کشته و زخمی می‌شوند. به مناسبت 40 شهدای قم، این بار در مرداد ماه اصفهان طغیان می‌کند. نیروهای انتظامی نگران از انبوه جمعیت، به منظور متفرق کردن آنان اقدام به شلیک گاز اشک‌آور و تیراندازی می‌نمایند. ده‌ها کشته و زخمی در اصفهان بر جای می‌ماند. مردم عصبانی هم هتل شاه عباس و چند بانک و سینما را با آتش می‌کشند. جدای از اصفهان، در شهرهای قم، تبریز، خرم‌آباد، اهواز، مشهد، کرمانشاه، عراق، قزوین، اردبیل، نجف‌آباد، شهرضا و جهرم هم تظاهرات بزرگی برپا می شود. شدت تظاهرات در پاره از شهرها به گونه ای است که رژیم در 17 شهر مجبور به برقراری حکومت نظامی می شود. آتش طغیان حالا دیگه کاملا در حال شعله‌ور شدن هست. بسیار خوب، اجازه بدید که ما بقیه مطلب رو در شب‌های بعدی به استحضارتون برسونم. ایام به کام باد و خداوند سبحان نگهدار شما. شبتون بخیر.